سلام مجدد خدمت شما. بعد از یک هفته که واقعا من که بهم سخت میگذره، چون دلم برای شما لحظه به لحظه تنگ میشه، دلم برای برنامه بامداد تنگ میشه. در کنار شما بودن، در کنار شما شعر خوندن، شعر شنیدن، حرف زدن از ادبیات و هنر و عشق. خب توی این هفته اتفاقات زیادی داشتیم، خیلی بالاخره میگم مسائل بیشتر سیاسی اجتماعی اتفاق افتاد که میدونم دل خیلی از شما رو به درد آورده. خیلی از شما پیام هایی دادید در مورد شعرهایی که دارید میگید، در مورد مسمومیت دختران دانش آموزمون، که حتی پسران دانش آموزمون بیشتر البته دختران بودن، و حمله به اون مدارس. شما شعرهایی گفته بودید در مورد مرگ پیروز، یوزپلنگ ایرانی، که فکر می‌کنم یکی یا دو تاشو امروز هم پخش خواهیم کرد خدمتتون. و واقعا میدونم که این اتفاقاتی که در ایران داره میفته دل هممون رو به درد میاره، و هفته ای هم نیست که بگم این هفته ای که گذشت جز خبر خوب و اتفاقای خوب هیچی نداشتیم. واقعا هفته ای نبوده، یعنی من الان این یک سال و نیم دو سالی که هر هفته جمعه ها عصر، حالا به وقت لس آنجلس صبح، در خدمت شما هستم، هیچ هفته ای نبوده که بگم آقا این هفته همش خبر خوش بوده. واقعا تلخه و این فکر کنم سرنوشت تمام ما ایرانی ها، ما فارسی زبان ها، خاورمیانه ای ها در طول تاریخ بوده، و امیدوارم که خیلی زود این شرایط عوض بشه. خب امروز خیلی برنامه های فشرده ای داریم و زیاد به حاشیه نمیرم. من اول از همه یک تسلیت بگم خدمت جامعه ادبی ایران. یکی از شاعران خوب جوان، یکی از بچه‌ای که تو فضای غزل پست مدرن تجربه بسیار زیبایی داره، ترانه های زیبایی داره، موزیسین، اهل فیلم بود، اهل هنر بود، به نام علی شوش، متاسفانه دیروز یا پریروز از میان ما رفت، بر اثر سکته در خواب فوت کردن. یک هفته تلاش کردن که ایشون رو به زندگی برگردونن اما موفق نشدن. ضایعه بزرگیه، متاسفانه میگم یکی دوتا هم نبوده، انقدر از جوانان ما، از عزیزان ما در طول این سالها در اوج جوانی بدون هیچ مشکلی فوت کردن که واقعا نمیتونیم بگیم اینا عادیه، واقعا غیر عادیه. حالا نمیگیم به قتل رسیدن، نه، اتفاق طبیعی بوده، اما هر چیزی توی ایران غیر طبیعیه. یعنی شما ایرانی که از صبح از خواب پا میشی، خبر زندان، خبر مرگ، خبر گرونی، خبر دزدی، خبر تجاوز میخونی، طبیعیه که به هزار بیماری مختلف دچار میشی. بسیاری از عزیزانمون دیدیم که بعد از مهاجرت از ایران، خیلی هاشون در جوانی علیرضا رضایی بود، خیلی کسان عزیزی بودن که مهاجرت کردن، بعد چند سال بر اثر سکته فوت کردن، بر اثر سرطان فوت کردن. اینها عادی نیست. فشارهای عصبی که همش به جمهوری اسلامی برمیگرده در این جوانمرگی ها بی تأثیر نیست. در صورت به شما تسلیت میگم و امیدوارم قدر زنده ها رو بیشتر بدونیم، مثل چند سال قبل که این هشتگو که شعر مهدی اخوان ثالثه من رواج دادم و گفتم به کار ببرید، پهلوان زنده را عشق است. وقتی هنرمندای ما میمیرن تازه یادشون نیفتیم، وقتی زندن ازشون حمایت کنیم. خب بریم سراغ موزیک هایی که قرار امروز پخش بشه. اولین موزیکی که در واقع میخوایم صحبتشو بکنیم از یکی از خوانندگان قدیمیه. اما ما چرا این موزیک رو انتخاب کردیم؟ ما امروز میخوایم راجع به یکی از شاعرانی صحبت کنیم که شاعران معاصر ما هست، البته سالیان قبل فوت کردن، اما بسیار برای ادبیات فارسی زحمت کشیدن. دکتر مهدی حمیدی شیرازی. دکتر مهدی حمیدی شیرازی شاعری بود که راجبش نظرگاه های بسیار رادیکالی وجود داره، به خاطر اینکه طرفدار ادبیات کلاسیک بود، با جنبش شعر نیما مخالف بود و طرفدار شدید قالب های کهن مثل غزل، قصیده و قالب‌های این چنینی بود، و شعرهایی هم که گفته در وصف ایران، در وصف ایران دوستی و به مسائل اجتماعی سیاسی هم نگاه ویژه داشته. مهدی حمیدی شیرازی در این حال که محبوب
ایران دوستان و وطن دوستان و طرفداران شعر کلاسیک بود، از جای دیگه ای خب از طرف دیگه ای با چون با شاعران غزل سرا مثلا مخشور بود و با شاعران سپید سرا، با شاعرانی که شعر آزاد میگن، همیشه دعوا داشت و درگیری داشت، بین اونها محبوب نبود. با طرفداران شعر نیمایی دچار مشکلات بسیار شدیدی بود، یا حتی به طوری که احمد شاملو شعری در ذم مهدی حمیدی شیرازی سرود و حالا با یک کلام خیلی تندی گفت: یک بار هم حمیدی شاعر را بر دار شعر خیشتن آونگ کردم. که حالا یه سری اعتراضام بلند شد که آقا بالاخره بحث شعریه، بحث ادبیه، اینکه در مورد دار زدن یک شاعری در شعرت بگی چندان درست نیست. البته که خب خیلی هم گفتن که حق حمیدی شیرازی بوده، اون هم اظهار نظرهای بسیار تندی راجبه طرفداران شعر نیمایی، شعر نو داشته که این واکنش رو برانگیخته. ما وارد این بحث ها نمیشیم، وارد این بحث میشیم که از مهدی حمیدی شیرازی غزلهای عاشقانه بسیار زیبایی مونده، شعرهای اجتماعی، شعرهایی که در مورد تاریخ ماست، در مورد جنگ خوارزمشاهیان و مغولها، در مورد بسیاری از شعرهاش میشه صحبت کرد، ولی یک دونه از اون شعرها ماندگارتر شده. حالا برگردیم به اول صحبتم. یکی از شعرها، غزلهای زیبای مهدی حمیدی شیرازی، مرگ قو نام داره. مرگ قو خب با صدای خوانندگان بسیاری اجرا شده. اولین اونها که اصلا باعث شناخته شدن این غزل زیبا در بین عوام شد، عباس مهرپویا بود. این شعر زیبا رو با صدای عباس مهرپویا میشنویم، بعد در مورد اجراهای بعدیش، در مورد ویژگی های خاص این غزل بیشتر صحبت میکنم. که چون قوی زیبا بمیرم، فریبند زاد و فریبا بمیرم، فریبند زاد و فریبا بمیرم. شب مرگ تنها نشینم به موچی، رود گوشه ای دور و تنها بمیرم، رود گوشه ای دور و تنها بمیرم. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب، در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب، که خود در میان غزل ها بمیرم، که خود در میان غزل ها بمیرم. شبی هم در آغوش دریا بمیرم،
شبی هم در آغوش دریا تو دریای من بودی آغوش که میخواهد این گوی زیبا بمیرد که میخواهد این روی زیبا بمیرد. مرسی، مرسی از اتاق فرمان عزیز برای پخش این موزیک زیبا و پیشنهاد میکنم کارهای عباس مهرپویا رو گوش بدید، لذت ببرید. واقعا خواننده‌ای که بسیار زحمت کشیده برای موسیقی ما، برای موسیقی متفاوت ما، اما متاسفانه اون چنان که باید و شاید، یعنی شایسته اون هست، بهش پرداخته نشده. اما بریم سراغ مرگ قو. مرگ قو خب یکی از غزلیات عاشقانه دکتر حمیدی شیرازیه که مردم تقریبا بسیاری از حفظ دارنش، دوستش دارن. اما در زمان حیات دکتر حمیدی شیرازی شعرهای دیگه هم از اون، شعر حلقه نامزدی، شعر در واقع شعری که درباره میگم جنگ خوارزمشاهیان و مغولان داره و خیلی از شعرهای دیگه اون هم توسط مردم خونده میشد، شنیده میشد، از رادیو تلویزیون پخش میشد و در واقع اینجوری نبود که دکتر حمیدی شیرازی فقط و فقط به واسطه این غزل شناخته بشه. اما چرا این غزل از بین ده‌ها صدها شعر حمیدی شیرازی ماندگار شده؟ یکی از اونها نوآوری بوده که در این غزل داشته. اگر شما دقت کنید در ادبیات کلاسیک غزل قالبیه که استقلال معانی ابیات داشته. وقتی شاعران ما میخواستن که به روایت بپردازن، به داستان بپردازن، یک روایتی رو بگن، در گذشته سراغ قالب مثنوی میرفتن. مثال میزنم مثنوی معنوی مولانا، مثنوی های در واقع خمسه نظامی گنجوی و شعرهای دیگه که مثلا بوستان. هر جایی که شاعر میخواسته شاهنامه فردوسی یک داستان رو تعریف کنه، یک قصه رو، یک روایت رو برای مخاطب بگه، به سراغ قالب مثنوی میرفته. با مدرن شدن شعر و سمت امروز اومدن، قالب‌های دیگه هم رفتن سراغ روایت و ساختار عمودی، اما غزل به این سمت نرفت. غزل سعی کرد اون استقلال معانی ابیات رو حفظ کنه. یعنی حتی در شاعران نئوکلاسیک، شاعرانی که خیلی نزدیک هستن به ما، مثل حسین منزوی، مثل محمد علی بهمنی، شما کمتر شاهد یک روایت داستانی و ساختار عمودی در غزل هستید. اگرم هست بسیار کم رنگه. اما حمیدی شیرازی با وجود اینکه شاعری بسیار کلاسیک بود، خیلی سعی میکرد در حالا یه سری از جزئیات نوآوری کنه، اما در همون قالب سنتی. به طور مثال من یادمه که در یکی از اشعارش کلمه شماها رو به کار برده بود، شما رو جمع بسته بود و بسیار در اون زمان، در زمان شاه، مورد حمله کلاسیک سرایان دیگه قرار گرفته بود. آقا شما رو نمیشه جمع بست و اومده بود ایستاده بود گفته بود آقا این کلمه شماها الان در بین گفتار مردم رواج داره، الان دارن استفاده میکنن، اگر ما نخوایم زبانمون رو به زبان مردم روزگارمون نزدیک کنیم، غزل از بین میره، شعر کلاسیک از بین میره، باید نوگرایی رو مد نظر خودمون قرار بدیم. یعنی میخوام بگم همون جوری که با شاعران سپیدسرا و نوسرا دوچار مشکل بود، با شاعران کلاسیک سرا هم گاهی به خاطر نوآوری‌هاش به مشکل میخورد. یکی از همون غزل‌هایی که در زمینه ایجاد روایت و ساختار عمودی جزء کارهای نوگرای اون زمان محسوب میشه، همین شعر مرگ قو هست. در واقع میاد اول برای شما یک داستان رو تعریف میکنه که در قو چگونه میمیره، بعد میاد زاویه‌دید رو عوض میکنه، نگاه عوض میکنه و خودش رو
در جایگاه یک عاشق و حالا رابطهش با معشوق قرار میده و مرگش رو همانندسازی میکنه با روایتی که در ابتدای شعر مطرح کرده. این تکنیک ها که در داستان نویسی خیلی هم مرسوم و پیش پا افتاده است، در غزل بسیار بسیار کم استفاده شده بوده. نمیگم نبوده، بوده، اما بسیار کم. حالا این غزل توسط عباس مهرپویا اجرا شد، مورد استقبال قرار گرفت، اما باز هم توسط خوانندگان نسل‌های بعدی خونده شد با تنظیم‌های متفاوت، ملودی‌های متفاوت و باعث شد حالا علاقمندان به اون خوانندگان که خوانندگان پاپتری بودند، خوانندگان پرطرفدارتری بودند و همچنین نسل بعدی بودند، نسل جوانتری بودند، با این اشعار، با این شعرهای زیبا آشنا بشن. یکی از اون خواننده ها حبیب بود، مرحوم حبیب، که جز خواننده هایی بود که به سراغ شعرهای زیبا میرفت. یعنی مثلا شعر خرچنگ های مردابی، شعر بشکن که از دکتر شفیع کدکنیه و یکی از اون اشعار همین شعر مرگ بوی دکتر حمیدی شیرازی بود. این شعر رو حبیب با یک ملودی دیگه، تنظیم دیگه اجرا کرد و بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت، هرچند متاسفانه یکی دو جا رو موقع خوانش یه اشتباه کوچیک کرد که حالا بهش اشاره خواهیم کرد. شنیدم که چون قوی زیبا بمیرم فریبند زاد و فریبا بمیرم، شب مرد تنها نشیند به موجی رابر گوشه ای تو رو تنها بمیرم، نران گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میانه غزل ها بمیرم، گروهی برانم کین مرغ شیدا کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد، که بویی به صحرا بمیرم، ندیدم که بویی به صحرا بمیرم، چو روزی زاروش دریا برامد شبی هم در آغوش دریا بمیرم، تو دریای من بودی آغوش بکن که میخواهد این بوی زیبا بمیرم، تو دریای من بودی آغوش بکن که
چه میخواهد این بوی زیبا بمیرد. مرسی از اتاق فرمان عزیز برای پخش این موزیک و یاد این بزرگان موسیقی ایران گرامی باد و یاد دکتر حمیدی شیرازی و این غزل بسیار زیبا. تو دریای من بودی، آغوش وا کن که میخواهد این قوی زیبا بمیرد. حالا بحثه که در واقع حبیب خونده که میخواهد این قوی زیبا بمیرد، که باز میگم حالا عباس مهرپوریا این رو قوی زیبا بمیرد خونده و خیلی تأکید دارن که از زبان دکتر حمیدی شیرازی به صورت شنیدم که این قوی زیبا بمیرده. در ابتدای شعر میگه شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، ولی آخر شعر هست قوی زیبا بمیرد. حالا من دیگه دخالت نمی کنم و این رو میذارم به عهده اهل فن، که مقصد اونایی که سن و سالی ازشون گذشته و بسیاری از این اشعار رو با صدای زیبای خود دکتر حمیدی شیرازی و اجرای ایشون شنیدن و بهتر خبر دارن. ولی میگم حبیب گاهی دچار لغزش هایی با توجه به شعرهای بسیار بسیار زیبایی که انتخاب میکرده و اجراهای بسیار زیباتر، اما لغزش هایی در خوانش شعر شده. مثلا شعر خرچنگ های مردابی رو فکر میکنم بیت آخرش هست، یک در واقع اشتباه میخونه، در واقع یه بیت هم وسط و حتی ایراد وزنی پیدا میکنه شعر. حالا شاید به خاطر ملودی بوده که تغییر داده، اما مثال میزنم شعر بشکن که از دکتر حمیدی از دکتر شفیع کدکنی اجرا کرده، یه تیکه ای داره میگه ز برون کسی نیاید چو به یاری تو اینجا. حالا ادامه، بعد حبیب خونده زبورون کسی نیاید جویباری تو اینجا، یعنی چوبه یاری رو سر هم نوشته بودن و متاسفانه به صورت جویباری خونده. البته که این اتفاقات پیش میاد، بسیاری از اشعار این بنده حقیرم که اجرا کردن متاسفانه حالا از این اشتباهات کردن و عادیه. حالا چقدر خوب که خواننده ها شعر رو دوباره در آلبوم های بعدیشون، در کنسرت هاشون بازخونی کنن و درستش رو بخونن. خب بریم سراغ یک موزیک در انتظار بهار. یک موزیک هست که به دکتر حمیدی شیرازی ارتباط نداره، شعری هست از من که توسط سام گوهربین عزیز اجرا شده با موزیکی از مجید کاظمی نازنین. این کار رو با همدیگه میشنویم. کاری هست در حال و هوای قیام 1401 مردم ایران. نگاه غمگینت، لباس خونینت، تن پر از خشمت، گلوله در چشمت، سقوط پروازت، صدای آوازت، فرشته های کبود خفه شده در دود، گل جوان را هم، پرندگان را هم، رفیق من را هم، یکی یکی کشتم، بگو نمیخواهم به این شب ممتد، به این توهم بد، بگو نمیخواهم. به خاطرت بسپار که آخرش خوب است، نترس تا به ابد که آخرش خوب است. به خاطرت که آخرش خوب است، نترس تا به ابد
بازار بهار، کنار چوبه دار، پس از شکنجه تن، پس از شکنجه رو، به وقت خورد شدن. اگر که شک کردی، پس از شکنجه یا اگر کم آوردی، به خاطرت بسپار که آخرش خوب است، نترس تا به ابد که آخرش خوب است، به خاطرت بسپار که آخرش خوب است، نترس مرسی از سام گوهربین عزیز و مجید کاظمی نازنین و اتاق فرمان عزیز ما که همیشه این کارهای زیبا رو برای ما پخش میکنن. خب بدون وقفه، بدون هیچ مکسی، میریم سراغ بخش دوم برنامه. شماره واتساپ برنامه رو احتمالاً دارین در زیر تصویر من میبینید. از همین الان میتونید به شماره واتساپ برنامه تماس بگیرید، شعرهای خودتون رو به صورت زنده برای ما در برنامه اجرا کنید. همچنین آدرس اینستاگرام من هم در زیر شماره واتساپ داده شده. اگر مطلبی راجع به برنامه، بخشی از برنامه رو در اینستاگرامتون گذاشتید، حتما منو تگ کنید. من حتما پوشش خواهم داد، استوری خواهم کرد، حمایت خواهم کرد. و نکته آخر این که شعرهاتون رو فقط و فقط به صورت صوتی، به صورت دکلمه در طول هفته برای ما بفرستید که ما بتونیم پخشش کنیم در برنامه. خب بریم سراغ اولین شعر از مهران. برای پیروز که روزهای آخر چیزی نمیخورد، می که در اعتصاب بود. نوبهار سرخ گردون اومده، فصل مرگ آدم ها، ای آدم ها. مرگ ابرا، مرگ دریا، مرگ آب، مرگ بوفا، مرگ کورا، مرگ ما. فصل قیچی کردن رنگین کمون، فصل وحشت کردن سنجاقک‌ها، فصل سرگردونی خورشید و ماه، گریه سیرک از نگاه دلقک‌ها. ما سقوط بی صدای سایه ایم، یک بیابونی میون سبزه ها، بوف کوری پشت شیشه در خفا، رد خونیم روی فرق نیزه ها. اعتصاب خشک پیروز از قضا، انقراض نسل ما شد نسل ما. لابلای رویش سرخ بهار، فصل مرگ آدم ها، ای آدم ها. مرسی از مهران نازنین. خب اگر کاری رو آماده پخش نداریم، یعنی در واقع برای ما شما تماسی نداریم از شما، من کاری از اعظم عزیز رو پخش کنم. از شاعران جنوبی ما هم هستم فکر میکنم. ندقدقه خدش در روابط بین الملل را داشتم، ندقدقه خانش سیاسی ترین شعرم، پشت تریبون‌های حماسی، ندقدقه محاکمه در بند های کذایی ابین، آنجا تنها آرزوی من گفتگویی طولانی با تو بود، روی تخت قصال خانه، و چنان گریسته بودم آن روز کشانه های خدا تکان خورده بود،
که فهمیدم هیچ گلوله ای نمی تواند این اندوه را از پا در بیاورد. مرسی، مرسی از خانم چمکوری عزیز و شعر زیبا که اعظم عزیز برای ما فرستاده بودن با اجرای خودشون. خب بریم سراغ شعری از احسان عزیز. اگه تماسی از شما نداریم من شعر رو پخش کنم. شکوه و عزت زن شد و ترانه در میدان، حضور پیر و جوان بی بهانه در میدان. صدای درد کشیده، صدای پینه دست، فغان و شیون مادر شبانه در میدان. برای چیدن گلها تبر به ساق زدند، هجوم هرزه دشمن نشانه در میدان. به زور و ضرب گلوله به حکم قاتل شرع و مستشار مسلح روانه در میدان. به جای مرهم اگر باز هم نمک بزنند، بروید از بن زخمی جوانه در میدان. مرسی، مرسی از شعر زیباشون، شعر زیبای احسان عزیز، غزلی بسیار زیبا بود. اگر حالا برگردیم به بحث هفته‌های قبل، بحث قافیه و ردیف، اگر یادتون باشه صحبت کردیم اون در واقع کلمه‌ای که تکرار میشه چیه؟ در میدان، و در میدان میشه ردیف. حالا کدوم کلمه میشه قافیه؟ کلمه قبلیش، بهانه، ترانه، عاشقانه، جوانه و این کلمات میشن قافیه. گفتیم اون کسره آخر که ما به صورت یه همی نویسیم که در واقع جزء حروف قافیه نیست، اون نون قبلش، جوان، تران، بهان، نشان، همه اینا اون نونه میشه حرف روی. و اون آی قبل از نه میشه چی؟ مصوت مشترک قبل از حرف روی که باید یکی باشه. پس الان نشانه، جوانه، ترانه، عاشقانه، زبانه، خانه، تمام اینها میتونن با هم دیگه قافیه بشن. ببخشید یک لحظه مکسی هم در موقع خوانش اشعار بعضی موقع ایجاد میشه، گاهی تماسی برقرار میشه وسط پخش اشعار که من مجبورم اون تماس رو رد کنم، یه لحظه یه مکس کوتاهی ایجاد میشه. عذرخواهی میکنم از شعرای عزیز. خب شعری خواهیم شنید از فریاد عزیز. سلام استاد، وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم اگه صدای من رو میشنوید. به نام خداوند رنگین کمان، بار دیگر گریه می شوی وسط دوستت دارم گفتنها. اگر قرار نیست به سوانیم گروه پدر تمام خواستنها، گریه کن گریه کن بار دیگر، سفتر آگوشم گیر، قبل از رفتن یک بار زنده شو بار دیگر باز بمیر. خسته از امیدها، از آمدها، از همه رفتنها، خسته از تمام همه چیز خوب خواهد شد گفتنها. وسط چوبه دار خسته از مختار ماندنها، وسط چوبه دار خسته از مختار ماندن ها، و خسته تر از همه با اعتراض لب دوختن ها. خسته از هر چه که بود و به خدا هیچ نبود، خسته از تا به ابد سبز ماندن زیر این گنبد کبود. خسته از خودم، از فریادی که دیگر حرف نزد، خسته از تو، از فرهادی که دیگر کوه نکند. فریاد هستم و همونطور که متوجه شدین تضمین شعر هم از خودتون استاد. مرسی فریاد عزیز. خب میگم شعر زیاد امروز داریم، من بدون مکس برم سراغ کار بعدی که سارا آزاد نازنین برای ما فرستاده. پیروز مرده بود، انقدر وقایع را در ذهنم مرور کردم، ذهنم آشفته شده بود. دمدم های صبح، هوشنگ ابتهاج با صدای غیر آلودش در ذهنم میگفت ارغوانم را میخواهم، و من با چشم های بنم نشسته گفتم من هم ایرانم را میخواهم. بغض در گلویم گره خورد و خفه شدم، مثل همه مردم که خفه شده بودند. مرسی از خانم آزاد عزیز. خب
دو تا شعر دیگه داریم از پوریای عزیز و ناصر تخمک نازنین. این دو تا رو هم برای شما پخش خواهیم کرد و برنامه امروز رو تموم میکنیم. اگر تماسی نداشته باشیم و بالاخره تلفنی از شما نداشته باشیم، از پوریا میشنویم. تو گلوی مادرامون صوبشونه، تو بترس، تو عزای دخترا گیسو برونه، تو بترس، تبل خونخواهی قنچه رنگ همرقصی برگا، هی تو که سنج سیات مرسی خونه، تو بترس. ابریشم تیغو میبره، وقت پروانگی ماست دیگه، این چله تموم، فصل باریدن ابراست، تقویم تازه ما پر از قشنگی بهاراست. گلشکن دست زمستونی تو خونه، تو بترس. حالا دیگه دخترک موهاش تو آغوش نسیم پر میگیره. قاصدک بار خبرهای قشنگ از لب دختر میگیره. داره یلدا میگذره، سپیدمون بخوای نخوای سر میگیره. تو که نغم خون خونت بوفشومه، تو بدرس. کاشیهای حوزامون آبی میشن باز، مگه نه؟ مجمر طلا میاد تو آسمون باز، مگه نه؟ ریسه میریم شادی و روی لبا باز، مگه نه؟ ای که داری مهر ابلیس روی شونه، تو بترس. تو گلوی مادرامون صوبشونه، تو بترس. تو عزای دخترا گیسو برونه، تو بترس. مرسی از پوریای عزیز و شعر محاوره زیبایی که برای ما فرستاده بودن. من قبل از اینکه کار آقای ناصر تهمک نازنین رو پخش کنم به عنوان حسن ختام برنامه امروز، یک گلگی بچه ها کرده بودن، مثل که حالا ادمین در واقع شماره برای من فرستاده، دو سه نفر پیام دادن که چرا امروز ما تفعلی نگرفتیم، حالا به مثل جلسات قبل کتاب حافظ، سعدی و شعرهای این بزرگان رو نخوندیم، در مورد قافیه تو شعرهای این عزیزان یه راهنمایی صحبتی نکردیم. میدونم این بخش مورد استقبال شما قرار گرفته، دوستش دارید، اما برنامه ما زمانش محدوده. ما هر هفته 45 دقیقه برنامه داریم. بعد باور کنید اون دوستانی که موزیک میفرستن، میخوان موزیکشون پخش بشه، انتظار دارن که همون هفته‌ای که ما قول دادیم بهشون پخش بشه. اون دوستانی که شعر میفرستن میخوان پخش بشه، انتظار دارن که حتما شعرشون پخش بشه. اون عزیزانی که زنگ میزنن انتظار دارن پشت خط نمونن، حتما ما تماس رو برقرار کنیم، صداشون رو پخش کنیم. خیلی سخته که یک در واقع حالا به قول معروف تعادلی بین همه اینا ایجاد کنیم که همه مخاطبان رو راضی کنیم. قول میدم اون بخش رو هفته بعد خواهیم داشت. این هفته دیگه به بزرگی خودتون ببخشید که به علت فشردگی برنامه ها ما نتونستیم بخش تفعل به دیوان شعرا رو داشته باشیم. خب کار آقای تهمک رو پخش میکنم، بعد برمیگردم برای خداحافظی. من داغ پشت دست کسی هستم که آرزوی توی دلش بودم، حالا نبین شقاد مرا کشته که هفت خان
معاشقه پیمودم. با روزهای رفته چه باید کرد؟ با خاطرات داغ عرق در دود، بیشک قطار سمت بدی می رفت، مبدع ولی برای نماندن بود. گنجش نیست مثل تو، اما او دارد مرا شبیه تو می بوسد. ارضا می شوم که بدانم عشق با عشق بعد عشق تو می پوسد. دل بستم به جاده کولی ها، از پول و سکس خسته تر از بیداد. آنقدر سیرم از وطنت جاکش، که می روم به حزب خودت برباد. در سرزمین قافیه بازی ها، متن صریح کفر بهایی هاست. وقتی شراب تقیه کند در جمع، مستی فقط خصیصه چایی هاست. ای چوب لای زخم سرم کردند، از گرگ ها که رحم نمی زایید. تنها نمی شدم که چه تنهایی، تا صبح جای خواب تو می خوابید. ما بین عسر و حزن و لا اکراه، بیرون از این دو فاجعه ممکن نیست. کن ما نرید و صوف و تنجو، نه یاغی بدون محلک ایمن نیست. ناصر تحمک، 12 اسفند 1401. مرسی از جناب تحمک عزیز برای این شعر داغی که برای ما فرستادن. تازه تنورم در اومده بود و بسیار لذت بردیم. حالا من یه وعده‌ام به شما بدم، قصد دارم مثل سال قبل یک برنامه ویژه نوروزی هم تهیه کنم. حالا پارسال برنامه ویژه نوروزیمون یک مقدار سعی کردیم شاد باشه، خیلی در واقع پر از موسیقی و آهنگ و شادی و رقص و خوشحالی باشه و مروری داشته باشیم بر موسیقی که میپردازه به سال نو، سال تحویل، از سالهای قدیم، از اون حالا 100 سال پیش تا امروز، که حالا متاسفانه بخشایش هم در یوتیوب نیست چون به علت حالا کپی رایت و اینا من نمیدونم چرا، با وجود که ما اولین جایی بودیم که پخش کردیم، بعد از ما یک سری از در واقع صفحه ها گذاشتن و اون وقت مال ما حذف شده. خیلی عجیبه، ولی حالا اشکال نداره، ما امسال موزیک های دیگه پخش خواهیم کرد، موزیک هایی که علاوه بر این که در راستای عید نوروز باشه، در مناسبت سال نو باشه، به مسائل اجتماعی سیاسی هم اشاره داشته باشه و همگام باشه با قیامی که در سال 1401 آغاز شد و قراره در 1402 به نتیجه برسه. بگذاریم، حالا اینم یه وعده‌ای بود که خدمت شما دادم. مرسی از شما که امروز در کنار ما بودید، در کنار ما نفس کشیدید. خیلی خوشحالم که بامدادی دیگر به پایان اومد و خیلی خوشحالتر که هفته دیگه جمعه آدینه ما در کنار شما دوباره خواهیم بود اگر عمری باشه. مرسی که هوای برنامه خودتون رو دارید، مرسی که شعر میفرستید، زنگ میزنید، موزیک میفرستید. این عشق و دوست داشتن شماست که ما رو امیدوار میکنه به آینده، به حرکت و به تلاش هر روز از روز قبل بهتر شدن. از اتاق فرمان عزیزم تشکر کنم که هر هفته همه جوره در کنار ما هستن و بخش زیادی از زحمت ها رو به دوش میکشن، و مرسی از کانال وان که میزبان ما هست. شبتون در ایران بخیر، و دوستانی که در آمریکا هستن روز خوبی داشته باشید.